من حمیدرضا 44 ساله اهل روستای حاجی آباد از توابع استان گیلانم و میخوام از اتفاقات ترسناکی براتون بگم که مدت هاست درگیرشونم و خواب و خوراک رو ازم گرفتم. یادم 20 سال پیش بود که هنوز ازدواج نکرده بودم و خونه پدر مادرم زندگی میکردم. اون موقع ها هنوز تو روستای ما همه نه برق درست و حسابی داشتن نه هیچ گونه امکانات دیگه، چون روستای ما جزو یکی از محرومترین مناطق ایران بود. بگذاریم، یه شب خونه تنها بودم و به دستور مادرم مشغول به تمیز کردن خونه بودم که یک دفعه صدایی از داخل حیاط منو صدا کرد. اون صدا اصلا صدای آشنایی برام نبود، ولی به هر حال باید میرفتم و میدیدم کی داره صدام میکنه. رفتم داخل حیاط و خیلی با اعتماد به نفس گفتم کیه؟ کی منو صدا کرد؟ آخه میدونید تو روستای ما کلن دربسته ی حیات هیچ معنی نداره و همه ی اهالی محل به همین سبک درهای حیاتشون رو هیچ وقت نمیبندن. خلاصه که هرچی صدا کردم هیچکی جوابمو نداد و منم برگشتم داخل خونه و شروع به ادامه ی تمیزکاری کردم. به هر صورت تمیزکاری خونه تموم شد و رفتم روی مبل و هنسفری رو گذاشتم تو گوشم و شروع کردم گوش دادن به موزیک مورد علاقم. اما خیلی عجیب بود، چون به محض گذاشتن هنسفری بازم اون صدا تو گوشم پخش شد، ولی این دفعه اسمم رو صدا نکرد و جاش گفت بیا بیرون. هنسفری رو برداشتم و خیلی متعجب رفتم بیرون تو حیاط و با چراغ قوه‌ای که با خودم برده بودم همه جای حیاط علل خصوص طویله گوسفندا رو هم گشتم، اما خبری از هیچ کس نبود. برای همین تصمیم گرفتم اگر کسی قصد اذیت کردنم رو داره بهتره با بستن در حیاط مانع کارش بشم. خلاصه که در حیاط رو بستم و برگشتم داخل خونه و به محض اینکه هنسفری رو داخل گوشم گذاشتم بازم اون صدا رو شنیدم که میگفت بیا بیرون. برام خیلی تعجب آور بود که چرا وقتی هنسفری میذارم صدا رو میشنوم، نکنه این صدا فقط از داخل اونه که پخش میشه. اما خودم رو به اون راه زدم و سعی کردم با بی‌اعتنایی ترسم رو از خودم دور کنم، ولی این ترفند و چیزی از ترسی که به جونم افتاده بود کم نمی کرد، چون هر لحظه با بیشتر شدن فکرم به این موضوع استراب و استرسم بیشتر و بیشتر می شد. به هر حال که از جام بلند شدم و به گمان این که دیگه با نذاشتن هنسفری اون صدا رو نمیشنوم رفتم تو اتاق خوابم و شروع کردم به ور رفتن به رادیوی قدیمی پدرم. اما بازم اون صدا رو شنیدم که گفت بیا بیرون. این دفعه دیگه خیلی عصبانی شدم و با سرعت خودم رسوندم داخل حیاط و با اولین نگاه کلی که به حیاط انداختم متوجه سایه‌ای شدم که خیلی سریع رفت داخل زیرزمین. اولش فکر کردم اشتباه کردم و چیزی که دیدم خطای چشممه، اما با فکر کردم به این که اون سایه حتما مربوط به صداهایی که میشنوم میشه راه افتادم به سمت زیرزمین. زیرزمین تقریبا انتهای حیاط بزرگ خونه ما بود و مثل تمام زیرزمین‌های قدیمی هم بزرگ بود و هم تو در تو. اما من بچه دهات بودم و ترسی از یه زیرزمین معمولی نداشتم و یه جورایی به خودم میقبولوندم که اون سایه یا کسی از دوستانمی که میخواد منو بترسونه یا اینکه توهمی بیش نیست. بالاخره که از پله‌ها پایین رفتم و خودم رسوندم داخل زیرزمین. داخل زیرزمین مثل همیشه بود و هیچ چیز مشکوکی رو تا قبل اینکه برسم انتهای زیرزمین ندیدم. رسیدم انتهای زیرزمین و با خیال اینکه چیزی برای ترس نبود یه نفس راحت کشیدم، اما دقیقا تو همون لحظه با یه حس عجیب عرق سردی کل بدنم رو احاطه کرد و دیگه نتونستم قدم از قدم بردارم. اون حس واقعا عجیب بود، طوری که انگار روح از بدنم جدا شده و یا به عبارت دیگه شاید یه روح وارد بدنم شده بود، ولی هرچی که بود مانع از حرکتم شده بود و کاری کرده بود که مثل یه یخ سر جام میخوب شده بودم و توان حتی پلک زدن رو هم نداشتم. نمیدونم، واقعا نمیدونم چطوری از احساس و شرایطی که تو اون لحظه برام پیش اومده بود براتون تعریف کنم، ولی اونقدری بگم که هر لحظه که میگذشت اندامم بی‌حس‌تر و بی‌رمق‌تر میشد، تا اینکه همون صدا دوباره تو گوشم تنین انداز شد و گفت خوش اومدی.
اما من واقعا توان جواب دادن به اون رو نداشتم، ولی گویا اون میتونست ذهن منو بخونه و دقیقا چیزایی میگفت که جواب سوالها یا سوالی به جوابهای من بود. نیم ساعتی گذشت که کم کم خودمو دیگه داخل زیرزمین ندیدم و جاش خودمو توی یه محفل عجیب و ترسناک دیدم که تمام آدمایی که اونجا حضور داشتن غیر طبیعی بودن و بیش از حد یهو، و از اون عجیبتر هیچ کدوم صورتاشون معلوم نبود، درست مثل یه نقاشی که زیر دست یه بچه کوچیک خط خطی شده باشه. بگذاریم، من تو اون محفل کاملا میتونستم راه برم و حرف بزنم، ولی با توجه به اینکه داد میزدم و ازشون کمک میخواستم هیچ کدوم به هم جواب نمیدادن و فقط هر از گاهی به هم یه نیم نگاه عجیبی مینداختن و برمیگشتن سر کار خودشون. اونجا هوا سرد و نمناک بود، درست مثل یه سرداب قدیمی، و درست همونجا بود که جرقه‌ای به ذهنم خورد که نکنه اینها با افکار من در ارتباطن. برای همین سوالی به ذهنم خطور کرد و تو افکارم ازشون پرسیدم شما کی هستید؟ چرا منو به اینجا آوردید؟ بلا فاصله مثل دفعات قبل که صدا تو گوشم میپیچید، صدایی تو گوشم و ذهنم جواب داد و گفت ما جن هستیم و تو رو به اینجا آوردیم تا حضورمون رو بهت ثابت کنیم. اینو که گفت رعشه عجیبی به اندامم افتاد و تازه متوجه شدم من بین موجوداتی هستم که هیچ وقت حضورشون رو قبول نداشتم و همیشه و همه جا منکر وجودشون می شدم. راستی من اول داستان یادم رفت بگم که تو زمانهای خیلی قبل که من پسر جوونی بیش نبودم، تو روستای ما و شاید خیلی از روستاها مردم شدیداً اعتقاد به حضور جنیان داشتن و من جزو افرادی بودم که از همون سن کم خیلی بیدلیل مصرانه ادعا به نبود جن و جنیان میکردم و همیشه و همه جا حضورشون رو تکذیب میکردم و حالا تمام این اتفاقات جوابی بر اون بی‌اعتقادی های منه. به هر صورت که بعد فهمیدن داستان آخرین شانسمو که صلوات فرستادم بود رو برای رهایی از جایی که بودم امتحان کردم و یک دفعه همه چی در صدام ثانیه محو شد و من خودمو کف زیرزمین پیدا کردم و بعد خیلی سراسیمه رفتم قسمت بالایی خونه و با دیدن پدر و مادرم نفس راحتی کشیدم. الان مدت هاست که از اون ماجرا میگذره، ولی من هفته ای نیست که چندین بار به همون صورت قبل که براتون توضیح دادم برده نشم به اون سرداب.